آمین میگم به دعای برادر عزیزمون بهروز. آمین که همگی ما صدای خدا رو امروز بشنویم، چون حرفی داره که با ما بزنه. از صدای خدا یک آوای تو خالی نیست، بلکه یک انرژی پرقدرت الهیه که امروز میتونه با قلب‌های تک تک ما برخورد کنه. عزیزان، همون صدایی، همون انرژی الهی که در صبح پیدایش ناموجودات رو به موجود فراخوان، امروز هم قادره دوباره تک تک ما رو در قسمت‌هایی که نیاز داریم بیافرین از نو. خدا یک بار نیافریده، بلکه هر لحظه فعالانه در حال آفریدنه. آمین. مخصوصا که الان مدتیه یک حیات تازه، یک روح تازه، یک موجی از شادی الهی در کلیسای خداوند داره دیده میشه، داره حس میشه، نیست؟ مخصوصا از هفته پیش. و من ایمان دارم این شادی، این حیات از مرگ کلیساست، وگه نه شادی های ما خیلی مقطعیه، خیلی تصنعیه، خیلی زود گذره. آمین که خداوند کلیسا رو امداد کرده، ایمان دارم که مرگی رو تجربه کنه که اجازه داشته باشه در این زمستون فیزیکی دنیای ما حیات رو تجربه کنه، بهاران رو تجربه کنه. و در این حیات الهی شادی الهی موج میزنه عزیزان، و هیچ شادی به وجود نخواهد آمد مگر اینکه مرگی در پی آن باشه. باشه که امروز هم این شادی الهی بیشتر و بیشتر دریافت کنیم و زندگی های ما رو انباشته کنه. داستانی وجود داره درباره یک پیرمرد خیلی عجیب که هر جا که میرفت یه شیشه روغن با خودش برمی‌داشت. میگفت اگه از دری عبور کنم، از دروازه عبور کنم، شاید که این در و دروازه سفت باشه و سخت باشه، برای همین به لولای اون در و دروازه روغن میزد که بعد از این هر کسی که از اونجا عبور و مرور میکنه راحت تر بتونه رد شه. ما هم تقریبا هر کدوممون هر روز با افرادی برخورد میکنیم که در حال دست و پنجه نرم کردن با مسائل بغرنج زیادی هستن، و ناله اونا به آسمون میره. ناله اونا، فریاد اونا مثل اون درهایی که لولای اونا روغن نخورده. و باشه که امروز خداوند هر شخصی رو که احتیاج داره در زمان سختی به سر میبره، به وسیله کلام هستی بخشش، اون صدایی که کائنات رو به وجود آورد، آفرید، در روح و روان ما و لولای روح و روان ما قدری روغن شادمانی بزنه. آمین. چون که اشعیا 61 چقدر زیبا آیه 3 میگه خداوند مرا مس کرده است تا به ایشان ببخشم تاجی به عوض خاکستر، و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری، و روح و ردای عدالت را به عوض روح کدورت، تا ایشان درخت عدالت و کاشته شده به دست خداوند باشند که برای تمجید خداوند به کار برده بشن. کلیسا میتونه آمین بگه؟ آیا خودتونو میتونید به وسیله عیسی مسیح در این جایگاه ببینید؟ که به وسیله عیسی مسیح خداوند، به وسیله اون تاجی که بر سر ما گذاشته شده، اون روغنی که هر روز بیشتر بر لولای روح و روان ما ریخته میشه، بتونیم باعث تمجید و جلال او باشیم. مردی عزیزم میزیست در سال 1835 به نام مارک توان که یک طنز پرداز خیلی حرفه‌ای بود. داستان‌ها و نوشته‌هایی می‌نوشت که افراد خیلی زیادی در سراسر جهان به خنده و شادی می‌آمدند از نوشته‌های عالی او. ولی به خاطر غم‌ها و مصیبت‌هایی که در زندگی او بود، تجربه‌های خیلی سختی که کرده بود، خیلی کوبیده و خیلی داغون بود.
گفته شده چند بار به یکی از نزدیکترین دوستاش گفته بود من هرگز به کسی به جز مردگان حسرت نمیخورم. کسی که اینقدر باعث شادی دیگران میشد عزیزان، ولی از طرف دیگه مرد دیگه ای هم در این جهان میزیست، عیسی مسیح خداوند، مردی که درد آشنا بود، مرد غمها، ولی با وجود این از چنان شادی عمیقی در بطن وجودش برخوردار بود که هیچ چیزی در این جهان، هیچ چیز مخالفی نمیتونست این شادی رو از او بگیره. در یوحنا باب 15 در تعلیم تاک و شاخه ها آیه 11 میگه این را به شما گفتم تا خوشی خودم رو به شما بدم، تا شادی شما کامل گردد. عزیزان چه وعده عالی، او وعده کمال شادی رو به پیروانش میده. پس چرا گاهن ابرهای ناامیدی ما رو در بر میگیره، همگی ما رو عزیزان در هر سن روحانی که باشیم، چرا تعداد اندکی از مسیحیان هستن که از این امتیاز عالی که عیسی مسیح به پیروانش میده، این خوشی در روح القدس، خوشی که بدون قید و شرطه، محروم هستن و تجربه نمیکنن، چرا حقیقتن؟ چرا؟ برای ما خیلی راحت تره که وقتی با مشکلی روبرو بشیم خودمون رو در سرازیری غم و اندوه ببینیم، خیلی برامون راحت تره، مخصوصا ما ایرانی ها، مخصوصا ما افغان زبان ها، یه جوری از هویت قبلیمون این فرهنگ گریه کردن، غم و اندوه در ما انگار نهادینه شده و خیلی مستعد هستیم که بیشتر از اینکه شادی خداوند رو دریافت کنیم خیلی سریع تو سرازیری غم و اندوه بریم. ما متاسفانه از فرهنگی میایم که شیوه های ناله، مرثیه خوانی، به سر و صورت زدن رو یه نوع پرورش روح و نزدیکی به خدا میدونن. اصلا نگین من این کارا رو نکردم، منم نکردم، ولی اون روح در همگی ما نفوذ میکنه یه جوری. هنوز هم انسانهایی رو دارن میپرورونن که امیدشون رو از دنیای نیکو خدا و جهانی که خدا آفریده که در او پرورده بشیم، لذت ببریم، بردارن این امید و با غم و اندوه، با آه به دنیایی که باقیه، به خدایی که یه روزی یه پاداشی به ما خواهد داد، به اونجا خیره میشیم. اما عزیزان، اما حقیقت محض اینه که بزرگترین مزیت انسان بودن به معنای شادی واقعی هست. باورتون میشه؟ از این جهت شادی چه در عهد عتیق چه در عهد جدید توشه راه زندگی انسانی بوده که شبیه خدا آفریده شده و حکم سوخت موتور زندگی ما رو داره. شادی که ریشش در خود خداونده، مخصوصا در عهد عتیق عزیزان، شادی با کل حیات ملی و مذهبی قوم یهود یک ارتباط خیلی تنگ و تنگ داشت. تمام عیادها، تمام جشنهایی که در عهد عتیق برگزار میشد گواه این بود انسانی که در عهد و پیمان با یهوه خدا قرار میگیره از شادی عظیمی برخورداره و بارها در کتاب مقدس گفته خوشا به حال کسی که یهوه خدای ایشان است، چون که خدایی نیست مثل یهوه. عزیزان در عهد جدید هم همینطور، شادی ثمره اعلان آغاز پادشاهی خدا بوده و خواهد بود. ورود عیسی مسیح به این جهان با یک شادی و سرور شورانگیزی همراه بود. وقتی شبانان در بیابان بودن، فرشته ها بر اونا ظاهر شدن و اونا یه دفعه ترسیدن، گفتن ما ترسید، خوشی بس عظیم برای شما دارم، بشارتی خیلی شادی بخش برای شما دارم، چشمتون روشن،
مژدگانی بدین. در شهر داوود نجات دهنده متولد شده که مسیح خداوند است. اولین معجزه عیسی مسیح کجا بود؟ در جایی بود که پر از جشن و سرور و شادی بود. او آبها رو به شرابهای نو ناب تبدیل کرد، چون نیاز انسان رو به کمال شادی میدونست. نگفت ای میگساران از من دور شوید. او با اونا خورد، نوشید و امروز هم عزیزان میخواد لبهای تک تک ما رو به اون خوشی روح القدس باز کنه. هرگز هرگز باور نکن کسی که مقدار عظیمی از آب رو بدل به شراب کرد شما رو میخواد از شادی محروم کنه. هرگز باور نکن. زیبایی، هنر، رقص، البته رقص تجلیات و ظواهر خیلی منفی داره، من تو اون قسمت نمیگم. شادی، رقص و زیبایی از ما رو با خدا و با همدیگه متحد میکنه. باور میکنی؟ همینطور من میتونم ادامه بدم از جاهای شادی که خداوند در کلام خدا گذاشته. مثلا ورود مظفرانه عیسی با شادی و جشن توأم بود. هوشیانا، خجسته باد پادشاهی که به نام خداوند میآید. به زبانی من همیشه میگم جاوید شا، جاوید شا، هوشیانا پادشاه. بعد از رستاخیز عیسی مسیح یک خوشی و شادی در تمام کوچه های اورشلیم موج میزد. وقتی که عیسی مسیح میخواست رستاخیز کنه، شادی رو برای پیروانش به میراث گذاشت. ما حتی کلام حسی بخش خداوند وقتی به مالکیت خودمون در میاریم و اون وصل میشیم، یک خوشی خداوندی در ما قرار میگیره. مزمور 19 میگه فرایض خداوند راست است و دل را شاد میکند. از اون وقتی که فکر میکنی به سمت خدا بری، دعا کنی، با اون رابطه برقرار کنی، تای قلبت یه آهیه، جسمت نمیکشه، روحت راقبه، ولی همون روح وجد میکنه. کلام خدا میگه آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت، به سوی خدایی که سرور و شادی من است. وقتی که فکر میکنه خداوند کاش که امروز برم به کلیسای خداوند، کاش که برم به این بدن مقدس خداوند بپیوندم، خوشی روح القدس رو در بر میگیره. داوود میگه شادمان میشدم چون به من میگفتن به خانه خداوند برویم. شادمان هستین؟ امروز اینجا هستین؟ خوش به حالتون هست؟ هللویا. در کلام خدا عزیزم، در کلام خدا حتی فکر میکنی که باید هدیه بدی به خداوند، نباید. با اون بضاعت اندکه دستات باز میشه، قلبت بازه، چون عشق به خداوند در دلتو موج میزنه، خوشی روح القدس در قلبتو وارد میشه. توی این هفته از خواهر مارگریت اینو، این شهادتو شنیدیم. در دوم تواریخ باب 29 آیه 9 میگه قوم از اون جهت شاد خاطر میشدن چون به خوشی دل برای خداوند هدیه میآوردن، نه با حزن و استرار. خوشا به حال گوشی که میشنوه عزیزان. من همینطور میتونم تا 2 ساعت ادامه بدم با استناد از کلام خدا. ولی یه آیه که هفته پیش پاستور اینو قرائت کرد، حقیقتا انگار نشنیده بودم، انگار یه جوری یه جرقه‌ای در قلب من روشن شد. اصلا بعضی از آیه ها انقدر میشنویم که انگار خیلی خودمونی میشه، اون احترام و عظمتش رو از دست میده. مثل رابطه ها نیست؟ با یکی که خیلی صمیمی میشه انگار احترام و همه چیز از دست میره. بعضی آیه ها هم همینطوره. و من فکر کردم خداوند چقدر اینو گفتم، چقدر اینو شنیدم،
ولی چه عظمتی این آیه داره، نقطه عطف تمام شادی های ما وقتی برگردیم به چند هزار سال پیش در این آیه نهفته است. شادی بزرگترین رمز و راز هویت ماست، خود ماست، هستی ماست. خدا ما رو اینجوری خلق کرده. تو مزمور 8 آیه 4 میگه پس انسان چیست؟ انسان کیه که او رو به یاد میاری؟ درباره او فکر میکنی؟ درباره او اندیشه میکنی؟ انسان کیه؟ او رو اندکی از فرشتگان کمتر ساختی. در زبان عبری اصل میگه او رو اندکی از الهیم، پدر، پسر، روح القدس، خود خدا کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام رو بر سر او گذاشتی و او رو بر اعمال دستت مسلط ساختی و همه چیز را زیر پاهای او گذاشتی. انسان کیست که او رو به یاد بیاری؟ عزیزان، وقتی جایگاه خودمونو، اقتدار رفیع خودمونو، مقام عظیم خودمونو در اون خلقت خودمون چشمامون باز میشه، چه چیزیه که ما رو در سر و زیری غم و اندوه ببره؟ میاد اشکا، میاد وادی های اشکا، میاد صلیب ها اجتناب ناپذیره. اتفاقا هیچ چیزی، هیچ موعظه‌ای مثل صلیب، مرگ و قیام کلیسا رو نمیتونه رشد بده، به بلوغ برسونه. اگه شادی رو داریم تجربه میکنیم، ما حاصل مرگ کلیساست. انسان کیست که او رو به یاد بیاوری؟ حتی تعمق کوتاه در خلقت انسان، وقتی خدا انسان رو آفرید. میخوایم با هم یه نگاهی به خلقت خودمون نگاه کنیم؟ میخواین؟ آماده این عزیزان؟ کمر دلهای خودتون رو بستین؟ آمین. با هم دیگه یه پرواز به باغ عدن میتونیم. آمین. خدا تخیل پردازی رو به من و تو داده و این تخیل رو شیطان تو دستاش میگیره به وسیله نگرانی و ترس ما رو پایین بکشه. اما تخیل پردازی در ذهن خداست و اون تخیل و تصویرسازی بود که من و تو این چنین زیبا خلق شدیم و امروز میتونیم به اونجا بریم، به باغ عدن بریم. عزیزان، تخیل پردازی انکار چیزهای منفی نیست، بلکه نگاهی از نوع دیگه ایه، تلسکوپی، عینکی، پرسپکتیوی از نوع دیگه است که خدا روح القدس ما رو با اون خلق کرده. آمین. که در پس و تمام این چیزهایی که میخواد ما رو پایین بکشه، خدا رو پشت صحنه‌های زندگیمون میبینیم که فعالانه داره کار میکنه. آمین. و اینجا وقتی خدا انسان رو خلق کرد، به لحاظ روحی، به لحاظ روانی، او رو موجودی آفرید عزیزان که توانایی و قابلیت شاد بودن رو داشت و اصلا براش سخت نبود که شاد باشه. مثل من جون بکنه، 10 تا کتاب بخونه، وقتی تو سر و زیری میفته یکم شاد بشه. انسان احتیاج نداشت تعلیمات خیلی مختلف و موعظات خیلی زیادی بشنوه که شاد باشه. او ماهیتا شاد بود. وقتی یه موقع این کلام رو میخوندم در اول تسالونیکیان 5 نمیدونم 16 یا 15 میگه پیوسته شادمان باشید، همواره شادمان باشید، پیوسته شادمان باشید، در همه حال شاکر باشید. یه جوری میرفت تو مخم، مگه میشه؟ ولی عزیزان، مگه میشه که به ماهی بگی، سخته به ماهی بگی پیوسته شنا کن تو آب؟ سخته؟ ماهیت ماهی اینه که تو آب شنا کنه. جون میکنه ستاره که بهش بگی ستاره درخشان باش، نور افشانی کن. ماهیت یه ستاره است که درخشان باشه، نور افشانی کنه. خدا انسان رو خلق کرد عزیزان با قابلیت شادی، نه فقط با قابلیت شادی، بلکه او رو در یک جهانی گذاشت که پر از شادی بود، آکنده از شادی بود. تمامی وجود این انسان اولیه ازان در پرتو درخشان حضور خدا منور و شاد بود. او به خاطر این حضور
به خاطر این رابطه من و تویی دائما هوشیار، بیدار و شاد بود. شادی عجیبی که یکی دو بار در روح من اینو تجربه کردم، از سوی خدا به طرف انسان می آمد و از سوی انسان عزیزان به شکل محبتی آمیخته به اطاعت و تسلیم و ستایش و پرستشی پرشور به سوی خدا در حرکت بود. باور میکنیم که انسان به راستی پسر خدا بود، مخلوقی مبارک که اگه ما انسان های دماغ سر بالا که تو تکنولوژی هستیم، به خاطر این خیلی اینجوری هستیم، اگه این انسان اولیه رو می دیدیم عزیزان چقدر با حقارت به اون نگاه می کردیم، شاید از اون بهره کشی می کردیم. ولی اگه چشمای روحانی ما باز می شد، اگه چشمای بصیرت ما باز می شد، اون تاج جلال و اکرام، اون اقتدار رو که بر سر این انسان اولیه بود، به پای این انسان می افتادیم و کرنش می کردیم. انسانی که به رویت چشمای ما پرمو، برهنه و کند زبان بود. نیست؟ ما انسانهایی رو خیلی عرج قرقالیم، باهوشه، خیلی چیز حالیشه. ولی در چشمای خداوند خیلی متفاوته عزیزان. تا روزی که وضعیت این انسان بهشتی به طور کل تغییر کرد، اون مقام و جلال خودشو از دست داد، از حضور شادی بخش و هستی بخش خدا ساقط شد. یکی در گوش او پچ پچ کرد، نجوا کرد، تو میتونی مثل خدا بشی. عزیزان اولین بار بود که انسان روشو از طرف خدا برگردوند و به سوی خودش متمرکز شد، تمرکزشو از خدا برداشت و به سوی خودش برگردوند. از این روز بود که انسان خیره سر، خود رای و خودپرست شد و به قول ما ایرانیا انسان شد نوکر و آقای خودش و برای همیشه از اون منبع شادی، قدرت، اقتدار، فروتنی دور افتاد. او خاک بود، تاج جلال رو از دست داد و به خاک برگشت. از اون غرور، جاه طلبی، میل به خوشایند بودن، دائما از طرف دیگران تایید شدن، درک شدن، مورد پذیرش قرار گرفتن، آروم و قرار رو از انسان‌ها گرفت. خودرایی، خودمحوری، رقابت، بخل، حسد، تکاپوی خستگی ناپذیر برای پذیرش، برای دستیابی به امنیت. دیدین من خودم بارها در مسیر زندگی خودم چقدر گفتم امنیت میخوام. امنیت برام همه چیز بوده و این شد که امنیت و شادی همه چیز انسان شد. یعنی همه کاری میکنه که این دوتا رو که مفت داشت به دست بیاره. و نوع جدیدی انسان پا تو جهان هستی گذاشت که اصلا وجود نداشت عزیزان. خدا هرگز چنین انسانی رو نیافریده بود. اما انسان دومی هم وجود داشت. این سرنوشت انسان اوله، این سرنوشت سقوط انسان اوله، داستان اوست. اما انسان دومی هم وجود داشت، عیسی مسیح خداوند. هللویا. به گونه‌ای که در فهم نمی گنجه، به گونه‌ای که اصلا نمیشه توضیح داد، به بالاترین حد تصور، به بالاترین حد درک که یه انسان بتونه بفهمه مرگ
گناه و تمام این خصوصیتی که مثل یه دام برای انسان بود چیکار کرد عزیزان؟ و خودش گرفت تا جایگاه ما رو به ما برگردونه، تا مقام رفیع ما رو به ما برگردونه. عزیزان وقتی شخصی آمرزش گناهان رو دریافت میکنه به خاطر کاری که در جلجتا شد، انگار بار کائنات از روشونه های او میفته. تجربه کردین موقع توبه و قلبتون رو سپردن به مسیح، یک خوشی و یک آرامشی تمام این وجود انسانی که برگشته به حضور خدا دربر میگیره. چقدر زیبا دوباره اشعیا 61 آیه 10 به این اشاره میکنه: در خداوند شادی بسیار میکنم، جان من، پیکر من، تمامیت وجود من در حضور خدا وجد و شادی میکنه. چرا که من رو به تنپوش نجات ملبس کرد و ردای عدالت رو دوباره بر تن من کرد. عزیزان وقتی روزی که سر سجاده نماز قلبم رو به عیسی مسیح سپردم، هنوز نتونستم اون چیزهایی که اون روز چند ساعت در حضور خدا در حالی که تسبیح دستم بود، همون لباسهای مخصوص نماز و سجاده و وضو همین کارا رو کرده بودم، وقتی عیسی مسیح رو ملاقات کردم عزیزان، اولین حسم این بود که انگار یک انسان مرده در وجود من داره نفس میکشه، انگار یه انسانی که سرگردون بود پشت در خونه مذاهب، پشت در خونه در باغ عدن مثل آدم و حوا با حسرت نگاه میکرد، دوباره به خونه برگشته. هیچ کس نبود که اونجا به من دعا یاد بده، دعا توبه. هیچ چیزی نمیدونستم، فقط تا چند روز تا یک هفته نمیدونم از کدوم حجرهای قلب من بیرون میامد که ای خدا حضور تو باغ عدن منه. احساس میکنم واقعا تو حضور خدا هستم. نمازهای صد رکعتی، روزهای طاقت فرسا، یک ذره درون من رو نتونسته بود شادی و امنیت بیاره. از اون چه کسای کارتون دیو و دلبر رو دیدن؟ یک اسطوره کهنه که چندین جایزه نوبل گرفته، به صورت انیمیشن به تصویر در اومده، چقدر زیباست. کاش یادم باشه، یادتون هست؟ خیلی زیبا بود. یک شاهزادی که زیبا به وسیله یک زن جادوگر جادو شد و تبدیل به یه هیولا شد، تبدیل به یه دیو شد، و تنها راهش این بود اگه میخواست این جادو شکسته بشه، این جادو منحل بشه، تنها راهش این بود که این شاهزادهی که تبدیل به هیولا شده بود محبت واقعی رو بچشه. و روزی از روزا یه دلبری که دلبرترین بود در این دنیا و دلبرترین هست، در این داستان کودکانه اومد این شاهزاده زیبا رو بوسید، بوسه ای بر لبهای او، و او به هویت راستین خودش، به مقام اصلی خودش که شاهزاده بود برگشت. شاهزاده خانوم ها، شاهزاده ها، نمیدونم چقدر اینو تجربه کردین. شلمیت ما در غزل غزل ها باب یک میگه او به بوسه های دهان خود مرا ببوسد، نه یک بار و که بارها تا موقعی که عیسی مسیح بیاد، چون که محبت او از شراب نیکوتر است. مثلا شراب همیشه سمبل شادیه، ولی میگه محبت او از شراب نیکوتر است. این محبت واقعی عیسی مسیح بود که در اون روز نجات هیولای وجود ما رو، چیزی که انقدر کج و کوله شده بود که هیچ تصویری از خدا از اون نمونده بود، دوباره دگرگون کرد. اون نه فقط زیبا شد اون شاهزاده، از آن
تک تک ما نه فقط زیبا شدیم، بلکه تبدیل به محبوب شدیم. مثل اون شاهزاده تبدیل به معشوق شدیم. از اون وقتی عیسی مسیح منبع شادی ماست و دوباره ارزش خودت رو در عیسی مسیح خداوند پیدا میکنی و هر روز با اون اشتیاق در کلام خدا با چهره بی‌نقاب، هیولای رفته، مذاهب همه رفته، خدا رو محبوب تو، عاشق تو، اون دلبر تو ملاقات میکنی، از جلال به جلال، از جلال به جلال، تا اومدن او به همون صورت به وسیله روح القدس مبدل خواهی شد. وقتی دختری عاشق میشه چه تللوی از درخشش در صورت اوست عزیزان، چه تللوی از شادی در صورت اوست. دخترایی که عاشق شدم، منم دوبار شدم، یه بار به عیسی مسیح، یه بار دیگه یه وقت دیگه، یک تللو خاصیه، یک درخشش خاصیه عزیزان. محبوب ما عیسی مسیح میخواد اون درخشش، اون تللو زیبای صورتشو به وسیله اون رابطه من و تویی، اون شناخت خلقتت و به دست آوردن دوبارت در عیسی مسیح درک کنی. آمین. این شادی خداونده که دختران و پسران رو به خونه بر میگردونه. همطور عزیزان وقتی که با او را میری، همطور که با او زندگی میکنی، یه شادی دیگه میاد، ظرفیت پیدا میکنی. نیست؟ خیلی از افراد ایمانده رو ظرفیت ندارن ما راجع به اومدن عیسی مسیح صحبت کنیم، براشون اوهامه، از چیزهای دیگه صحبت کنیم. ولی وقتی با خدا را میری، وقتی با خدا، با این دلبر دلبرا در اون مراوده هستی، یک ظرفیت روحانی پیدا میکنی. چون در مسیر زندگی بازم دل سرد میشی، بازم اشکا میاد، ولی این امید ناپژمرده، این امید مبارک اومدن عیسی مسیح خداوند دوباره تو رو زیر آفتاب شادی حرکت میده. آمین. شادی امید مبارک عزیزان ما رو هوشیار نگه می‌داره، مثل اون باکره‌های دانا ما رو بیدار نگه می‌داره. در مکاشفه باب 19 آیه 7 میگه به وجد آیید کلیسای خداوند، به وجد آیید، شادی نمایید، او را تمجید کنید. چرا؟ چرا عزیزان؟ چون که عروس خود، زمان عروسی اون بره رسیده. باور می‌کنین؟ این شادی خداوندی، نه شادی انسانی، ظرفیت رو در ما پیدا میکنه که این آیه ملکه ذهن ما بشه و در زندگی در بازتاب آسمان روی این زمین زندگی کنیم. ما روزی در اون ضیافت الهی خواهیم بود، نه مثل یه ارواح هپروتی با جسممون، جسم رستاخیز شده، در اون ضیافت الهی، در اون اتحاد و شادی به کمال رسیده، در جشن عروسی بره خدا یک شادی بی همتا رو تجربه خواهیم کرد. عزیزان نقطه اوج تاریخ بشریت اینجاست. ما هم به عنوان عروس در اون مهمانی هستیم، هم در مقام عروس، هم در مقام خوانده شدگان در اون جشن عروسی هستیم. آیا اینا همه نمیتونه بزرگترین دلیل برای شادی ما باشه؟ یک خوشی بی پایان عزیزان در انتظار ماست. اما نتایج اینا، برای اینکه اگه هنوزم یکم گرم نشدیم، برای اینکه این پیام در نام عیسی مسیح در عمیق‌ترین جای هستی وجودتون جا کنه، خداوند پاداش میده. نیست؟ خداوند خدای پاداش هاست. و پاداش چیه؟ نتایج این شادی ها چیه عزیزان؟ ما رو وارد عمق‌های پرستش در روح راستی میکنه. کلیسای خداوند اون پرستش حقیقی رو تجربه میکنه. ای خدا تو را سرودی تازه میسرایم. کلیسا اینو میگه.
و در تو شادی و ترنم میکنم. همچنان قوت الهی کلیسای خداوند بهره من میشه. این تو نهمیا باب 8 میگه شادی خداوند قوت ماست. همینطور شادی از بیشتر از همه قرصای ویتامین که این روزا خیلی هممون درگیرشیم به ما انرژی میده، سلامتی نفس مجروح میده، این شادی روحانی، و همینجور ما رو خلاق‌تر میکنه، ما رو از بدبینی که ریشه از آویزون شدن در گذشته است نجات میده، به طرف جلو حرکت میکنه، همینجور توانایی خدمت ما رو بالا میبره. عزیزان نمیدونم تجربه کردین وقتی شادین انگار کوه میتونین حمل کنین. شادی سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه، کرونا نمیگیرین، یه پاداش خیلی خوبه نیست؟ همینطور افراد شاد یه خبر خوش برای هممون، کمتر غیبت میکنن، کمتر اینقدر زود به زود آزرده و رنجور میشن، این به من اینو گفت، این به من اونو گفت. افراد شاد از آن صداقت و وفاداری خیلی بیشتری دارن، افراد شاد ثبات رفتاری بیشتری دارن، همچون شادی سطح توقعات و انتظارات ما رو پایین میبره. اینو از موعظه بعدن موسی عزیز یاد گرفتم که ریشه خیلی از دردها، مشکلات در کلیسا فقط توقعه، چیزی که بخوای خدا برات انجام بده، هی تو توقع از انسان داری، انسان ها باید منو بفهمن، تایید کنن. و انسان های اینطوری که انقدر پرتوقع هستن ریشهش در اون ناشادی که در قلب اوناست. و همینجور شادی شخصیت اجتماعی ما رو قوی میکنه. افراد شاد از خیلی پذیراترن برای محبت. دیدی یه نفر محبت میکنی دیگه 3-4 برابر پس میده، ولی یه نفر اصلا نمیگیره، انگار با سنگ برخورد میکنه، یه پوسته عظیم و سختی روی قلبشه، چون یه ناشادی در قلبشه که خودش هم شاید ندونه. پس عزیزان برای اینکه سخن کوتاه کنم، خیلی سخن دارم باور کن، فقط یک عالم این روزا فقط هی نوشتم و پاره کردم، یه صد پر شده بود، فقط بیایم در آخر با همدیگه تصمیم بگیریم، با همدیگه تصمیم بگیریم، چون تصمیم هم هست این شادی خداوند رو پاس بداریم. آمین. نه فقط پاس بداریم، احترام بذاریم، بلکه خودمونم عملا به این شادی بیافزاییم. چطور؟ با توکل، با اطاعت از خدا. یکی از عمیق‌ترین شادیایی که در مسیح هست، من هی یادم میاد، ببخشین اگه طولانی شد، وقتی که یه روز عیسی مسیح در کوچه اورشلیم میرفت، یک زنی وقتی او رو دید، هللویا، مگه میشه عیسی رو آدم ببینه به وجد و شادی نیاد؟ انگار تمام وجود این زن پر از شادی و وجد شد، مثل اون گل آفتاب گردون درخشید، گفت مسیحا خوشا به حال اون زنی که تو رو به دنیا آورد، خوشا به حال اون زنی که به تو شیر داد. عیسی مسیح هم جو نگرفتش مثل خیلی از ما، گفت خوشا به حال کسی که کلام من رو بشنود و از آن اطاعت کند. آمین داره یا نه؟ آمین. خوشا به حال شما اگه امروز کلام خدا رو بشنوین و اطاعت کنین. پس بیاین با هم دیگه خندیدن رو بیاموزیم، رقصیدن رو که من عاشقشم در خداوند، با هم دیگه بیاموزیم، لطیفه های سالم و هوشمندانه به هم بدیم، فیلم های جنگ و خونریزی متنفرشم نبینیم عزیزان، فیلم های سالم ببینیم. من امروز صبح بود پاستور یهوی گفت این چیه رو تلویزیون؟ یه صلیب، گاهی که میام دعا میکنم یه صلیبم روی تلویزیون میکشم، دعا میکنم، دست میذارم، میگم ای خداوند از این تلویزیون هیچ چیز منفی چشمای منو پاستور نبینه. و گفتم آره، همین چند وقت یه بار من این یادم رفت جای پاک کنم این روغنو. و همچه قوه تخیل خودمون رو قوی کنیم عزیزان. آمین. چه خیلی خوب بلدیم بترسیم، نیست؟
نگران بشیم، وای بچم، وای پاسم، وای خونم، تخیل سازی کنیم اگه پاس نگیرم، اگه خونه نگیرم میفتم تو گوشه خیابون. این چیزا میاد نیست؟ اگه این نامه بیاد، اگه این بشه، اگه طلاق بگیرم، اگه بدون زن بمونم، اگه بدون شوهر بمونم، بعدم تصویر سازی میکنیم. 40 سالم شد بچه نیارم، 50 سالم هم میشه بچه نمیارم، بعد خودتو پیر تصور. خیلی واردیم. ولی بیایم عزیزان، تخیلی که خدا به ما داده تصویرهای مثبت و عالی بسازیم، چون خداوند تصویرهای زیبا داشت تا این ملکه ها و شاهزاده ها رو ساخت. و همینطور بیایم گزارشات منفی از همدیگه تو پرونده های هم ذخیره نکنیم، اگه ذخیره کردیم پاره کنیم، و همینجور تئاترای طنزآمیز رو دوست داشته باشیم. من تو جلسه خواهران اینو گفتم، تئاتری که فوجان جان و سپهر رو به کارگردانی وحید جان اینجا چقدر زیبا، واقعا 10 بار من گوش کردم، بیشتر ادای من رو پاستور رو در آوردن، یه تئاتری هم من رو پاستور بازی کردیم، ادای خودمون رو در آوردیم، یعنی کلیسا فقط میخندید. چند روز پیش گفتم پاستور بیا با هم دوباره این تئاتر رو بازی کنیم، کلیسا میدونم به وجد میاد. همچون آویزون وعده های خدا بشیم عزیزان، وعده های گرانبهای خدا. تو جشن خواهران هفته پیش شبنم عزیزمون چه آیه هایی با دعا آماده کرده بود، باور کنین روزی نبود تلفن پیام نیاد، خواهر نسی چه آیه های عالی. این آیه زندگی منه، این آیه با این آیه خدا با من حرف زده. میدونین وعده ها رو وقتی بهش وصل میشی چه شادی میاد؟ همینطور عزیزان، برای اینکه وارد این حیطه شادی و شاد زیستن بشیم، یه کار آخر میخواییم انجام بدیم همه با هم. هر کی ایمان داره قدم ایمان بر میداره میاد جلو که زندگی هامونو به او بسپاریم. با این قدم ایمان که جلو میاین انگار به خداوند میگیم بله، بله ای خداوند، من موافق دل تو هستم، من صدای تو رو شنیدم و امروز با اومدن جلو میخوام به تو لبک بگم. نگرانی هامونو به خدا بسپاریم عزیزان. بیاین اینجا، هر جایی که نگران هستین، تو شغلتون، برای پاستون، برای پناهندگیتون، اونایی که مجردن، برای ازدواجتون عزیزان، برای بچه هاتون، در مرکز همه اینا اگه گناهایی دارین، ضعفایی دارین، هممون داریم نیست؟ قدیس نیستیم. بیا همه اینا رو، ضعفامونو، گناهامونو، اشتباهاتمونو، بنبست‌های زندگیمونو عزیزان به خداوند بسپاریم. چون در این سپردنه که شادی خداوند وارد قلب‌های ما میشه و باور کنیم که رحمت نزد خداوند است و نجات فراوان نزد خداوند و با توکل و اطاعت از خداوند تحیت بگیم به این سالی که داره روبرو میاد. با شادی، با حمد و پرستش به سوی این سال جدید میخواییم بریم. خدا رو شکر که خدا کلیسا رو داره آماده میکنه. چرا؟ چون خدا ما رو برای شادی خلق کرده. خدا شادی رو دوست داره. آمین. دعوت میکنم از عزیزانم که قدم ایمان بردارین تو هر قسمتی. اگه ضعفی هست، گناهی هست، تو مشکلی، تو چیزی نمیتونی فائق بیاین، حتی چیزای روحانی، کلام خدا رو میشنوین، گوش میدین، میخونین، فقط نمیتونین. چقدر من با افرادی صحبت کردم، چقدر درد دارن، خواهر نسیم میخونم فقط نمیفهمم، هیچ مکاشفه نمیگیرم، اصلا الان مهم نیست. از همینم بدیم به خدا. در کلام خدا وقتی میگه نگرانی های خود رو بسپارین، یعنی بندازین به حضور خدا. باور کنین با این انداختن به حضور خدا، اگه پاسه از نگرانی، پاسه نگرانی ازدواجه، از میفهمم. من 14-15 سالم بود فکر میکردم اگه یه موقع 20 سالم بشه ازدواج نکنم چی میشه، من پیر میشم. باور کنین
این دردها رو خداوند میشناسه، این نگرانی ها رو میشناسه. اگه جای قسمتی برای شغلتون نگرانین، بیاین اصلا نگیم بشه، فقط بدیم به خدا، بسپاریم به خدا. مشکل تو بچه هاتونه، تو رابطه تونه، تو خانواده تونه، بسپاریم به خدا. ای خداوند، تو عزیزانتو میبینی خداوند که چطور با ایستادن اینجا قدم ایمان برداشتن. خداوند دعا میکنم، چون تو خدایی نیستی که یک بار نجات بدی، نزد تو نجات فراوانه. خدا من دعا میکنم اون لحظه ای که ما نجات رو دریافت کردیم، همین الان تو پیام تو گفتم که انگار بار دنیا از رو شونه های ما برداشته شد. ما نفهمیدیم که چطور شد، ما نفهمیدیم که باد از کدوم ور وزید، فقط روح القدس بود که این کارو کرد. بار گناهان ما، خود پرستی های ما، خود خواهی های ما، غم های ما، مشکلات ما، ترد شدگی های ما، خداوند نگرانی ها و ترس های ما چطور برداشته شد. ولی خداوند تو بیاد میاری که ما انسان هستیم و در این دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم و دوباره گرد و خاک های این دنیا رو شونه های ما، رو قلب ما ریخته میشه. دعا میکنم هر کسی که امروز به جلو اومده، هر کسی که از طریق رسانه ها داره میبینه، هر کسی که روی صندلی ها نشسته و خداوند تو قلب اون شخص رو میشناسی، دعا میکنم روح القدس، باد روح القدس بوزی و تمامی این بارها رو با خودت برداری و با لولای قلب و روح این عزیزانم روغن شادمانی بزنی. ای خداوند، تو در این روغن شادمانی خلقت منحصر به فرد و مقام رفیع خودشونو در عیسی مسیح بشناسن و خودمونو، نه فقط این عزیزان، من چقدر بیشتر احتیاج دارم که دائما در برخورد با تجربه ها و غم هایی که از هر سو به ما میاد، خودمونو در جاهای آسمانی در کنار عیسی مسیح ببینیم و تمامی این مشکلات رو زیر پامون ببینیم. تا اومدن تو ای خداوند، تا اومدن تو در اون خوشی روح القدس زندگی کنیم. عیسی مسیح خداوند، همجور دعا میکنم شادی آمدن ثانوی خودتو در دل کلیسای تو بیدار کنی خداوند. این شادی بی همتا و بی پایان رو، چون عیسی مسیح خداوند تو شادی رو دوست داری، تو آزادی رو دوست داری، آزادی و شادی رو روی کلیسای مقدس تو در نام پدر، پسر، روح القدس اعلام میکنیم. همگی با هم میگیم آمین و آمین.